در میان تنین فریادهای خشمگینانه‌ای که از سراسر میهنمون به گوش میرسه، فریاد اعتراض کشاورزان زحمتکش جای خودشو داره. فریاد اونها که از کناره‌های زاینده رود تا کارون و سایر رودخانه‌ها و دریاچه‌های ایران بلند هست و خواستار حق طبیعی آب از رودخانه‌ای هست که قرن‌هاست پدران و اجدادشون از اون برای زراعت و تهیه نان و غذا استفاده می‌کردند. و حالا آنچنان که در رسانه‌های حکومتی هم مرتباً اعتراف میشه، توسط پاسداران به غارت رفته. البته این فریادها به زودی در فریادهای مردمی که حتی به آب قابل شرب هم دسترسی ندارند ضرب خواهد شد و البته اون وقت تنینش برای آخوندها مثل زلزله خواهد بود. این هم مضمونی هستش که در رسانه‌های حکومتی شاهدش هستیم. با هم گزارشی رو در مورد بحران آب ببینیم. من باشا بینم بهت بگم، من همه یک جان باز دارم. کجاست؟ تهران تو بیمارستان امید خوابیده، در اومدن ریش عوض کردن. معلوم نیست که این جان در ببره یا نه. چهار تا دیگه جان باز داریم، سه تا شهید داریم. میگه ما میترسیم، حق برا بهم بده. کاری به کسی نداریم، ما همه این آب میخوان، حق رو بدارن. چرا این کارا میکنه؟ آبا کشته برده رو کوم آب شهر کرده. چرا این کارا میکنه؟ یه آقا اومده سینجا آبا کشته برده رو کوم آب شهر کرد. آداما تو سه تا استان نابود کرده، قلات تو استان اصفهان نابود کرده، آمده رفته درخت هلو کاشته، هلو میزه پای درخت میگنده. آقای محترم، آقای محترم، ما 2300 تا دام داشتیم که شاهین بودن، دام دار بودن. حالا کارشون به 10 تا دیگه نیست. همه دامی ما را نابود کرد، زمین ما را نابود کرد، حق ما را نابود کرد. آخه ما مسلمانیم، تو که ادعا مسلمانگی میکنی چرا قول میدهی عمل نمیکنی؟ چرا عمل نمیکنی؟ به داد مردم برس. این فریاد کشاورزان اصفهان بود که روز دوم فروردین ماه به جای شادی‌های نوروز تنین انداز شد. مانند این صدا از همه جا می‌آید، زیرا عمده اعتراضات کشاورزان ایران این روزها به خاطر کمبود آب است. کشاورزان لنجان روز چهارشنبه 8 فروردین 97 در اعتراض به بی‌آبی مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. کشاورزان با پارک کردن تراکتورهایشان در مقابل فرمانداری رژیم اعتراض خود را نشان دادند. مردم روستای جودانه در شهرستان میامی واقع در استان سمنان هم تجمع کردند و به بحران بی‌آبی اعتراض کردند. پدرمون، اجدادمون، همه زندگی ما تو طلاب شادگان، زندگی تیور، ماهی، ما زندگی نداریم بجبین. الان که این خشکده، این دمپا داریم میفروشیم. قدم روی خاک خشک و نمکزار که میگذاشتم خبر از نابودی طلاب میداد. این الان کشاورز ول کرده رفته، دیگه نمیتونه، بفرما، این نمکه. خبرگزاری حکومتی ایسنا 18 مرداد 96 تحت عنوان 94% مساحت کشور درگیر خشکسالی است می نویسد. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر اینکه تقریباً کل پهنه 3 استان خوزستان، قم و خراسان شمالی دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید هستند گفت، بخش‌های وسیعی از چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، بوشهر و بخش‌هایی از استان‌های اصفهان، مرکزی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، تهران، البرز، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، جنوب گیلان و گلستان با خشکسالی بلند مدت مواجه هستند. ریشه بحران کم آبی را که از جمله به اعتراض‌های مردم استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری منجر شده است، باید در سیاست‌های ناکارآمد دولت، وزارت نیروی رژیم و مهار آب در پشت سدها و در نهایت خشک شدن یا کم آب شدن رودهایی همچون زاینده رود یا کارون جستجو کرد. سوء مدیریت منابع آبی، مصرف بی‌رویه آب برای کارخانه‌ها و نهادهای وابسته به سپاه سرکوبگر پاسداران و دیگر مؤسسات با نفوذ حکومتی نیز از جمله موارد مؤثر در خشک شدن آب زاینده رود و اعتراض‌های عمومی مردم این منطقه است.
به اعتقاد یک کارشناس محیط زیست، اغلب سدهای ایران برای محیط زیست و راه آبهای طبیعی و قنات‌ها و سفره‌های زیرزمینی زیان‌آور هستند و سدسازی برای منافع اقتصادی شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران می‌باشد.